اگه پسر بودم الان گادفادر شده بودم با اینی که پوشیدم. خیلی خفنه. اینا هم خیلی مدرن، ولی خب من همش اون چیزایی خیلی اپیدمی دیدم که مثلا فقط خزه، ولی خب این خیلی خاصه. خیلی نگرانم، خیلی نگرانم. اصلا مگه میشه یه روز من بدون نگرانی سپری کنم؟ یه روز میام نگران نباشم، یه اتفاق میافته دو برابر دیروز نگرانه. اون ویدیو رو دیدم نگران شدم. ببینید، من چند روز پیش توی مدرسه رفتم صحبت کردم، یه دختر 12 ساله اومد بهم گفت ببخشید باردارم. از من خواست به پدرش بگم، گفت من نمیتونم صحبت بکنم. بعد به دختر گفتم شما چه اتفاقی برات افتاده؟ گفت من یه دونه سیم کارت با دارم. من نگرانی میمیرم دیگه. از اونجایی هم که مطمئنم تلویزیون ما محال ممکنه یه آدم ابله بی سواد رو به عنوان کارشناس بیاره توی تلویزیون که خود اول بار مردم بکنه و همه کارشناسای ما حرفاشون 100% درسته، بیشتر نگران شدم. پست بعدی رو ببینید. این اینترنت موبایل من 100 گیگه. اگه قرار باشه برای هر 2 گیگ یکی حامله بشه، خب من الان 50 قلو باید حامله باشم دیگه 100 گیگو بخوام حساب بکنم. خب چه خاکی تو سرم بریزم با این 50 تا بچه؟ کی میخواد خرج اینا رو؟ بعد یه چیز دیگه، مگه نمیخواستن تا چند سال دیگه جمعیت کشور دو برابر بشه، بشه 150-160 میلیون؟ خب اینا رو که همه رو با لقاح طبیعی نمیشه انجام داد، بدن انسان تو یه حدی جواب میده دیگه. بذارین همین اینترنت بچه‌ها رو باردار بکنه، مشکل رو حل بکنه، رعایت کنین دیگه. حالا جدا از 50 خلو حامل شدن، یه چیز دیگه هم کشف کردم. عامل این بوی بد تهران احتمالاً از کله این کارشناس عزیز بوده، محتویات کلهش. چقدر با شور نگاه ما وایستادیم داره از این کنار ترسیدم لیام نگاه هنم وایستادن به احترام ما وایستادن میخوان یه راهی پیدا کنن که پیش ما رد نگاه کنین درخت اناره اینا برگ دوست دارم بکنم برگ میخورم برگا رو خوردن انارا مونده دایناسور هم میشه برگا رو خوردن انارا رو نخوردن گام چین اشتباه دارین میزنی میگم خیلی مهمه دوست دختر آدمو با ریش بخواد یا بی ریش برای ما با ریش دوست داره ریشامونو بزنیم صفا نمیکنه نمیدونم چرا ولی بدون ریش با ریش من خوبم خیلی متشکرم نه خیلی هم خوبه ماشاءالله این اینستاگرام رو که باز میکنی همینطور کارشناسان امور بارداری از طریق اینترنت مسائل و روابط زناشویی، روابط عاطفی، روابط جنسی همینجور میریزن بیرون همه کارشناس یه بار بگیری لباس ها مدل پرستاری رو بپوش قدم نازه و خوشگله به شوهر تو کنیم شک میخوام پرستارت باشم این چه حسی بهش دست میده لباس ها داره مدل خلبانی یه بار بگیر به شوهر تو کنیم شک بخوام کدوم لباس پرستاری؟ همونی که چند وقت پیش اعلام کرده بودن پرستار رو باید اینجوری بپوشن؟ این لباس که اصلا خودش باعث قبض روح شدن طرف مقابل میشه. دلیل اگه قبض روح هم نشه دیگه کم کم دیگه طرف رو راهی بیمارستان میکنه. یعنی دیگه علنا طرف باید بره زیر دست پرستارای واقعی که به حال روز عادی برش گردونن. چه اینجوری من نگاه میکنین؟ آره چه جوری شکم چیه؟ دیگه تمیز کنیم خودمون رو. عجینی شد وقت تمیز کردم مال 2 دهه پیش بودش. الان چیکار میکنین؟ آره چه جوری شکم نمیدونی چیه؟ تمیز کردم مال 2 دهه پیش بود. آروم بگیر خانم قربونت برم. شما با این اعصابت به نظرم لباس پرستاری رو بده همسر خودت بپوشه. یه خود رو روحیت کار بکنه آروم بگیری مردم رو چرا تیکی پاره میکنی؟ سلام فالووره گوگوش منو فالو کنن و فالووره بهرام رادان منو فالو کنن مثل این صافای سا میخوام این دوتا ببین این دوتا منو بهرام میبین
ایرانی ها خیلی بامزه، ما دهن خودمون رو سرویس میکنیم، ویدیو میسازیم، مثلا 500 نفر فالومون میکنن، بعد یارو دوست دخترش رو کتک زده ما میگیم برین ریپورت کن، یهو 7000 نفر فالوش میکنن. فردا میخوام فقط بزنم. یعنی صبح به صبح که از خواب بلند میشی چشمت رو به روی چیزهایی باز میکنی که روده و معدت رو به هم گره میزنه، مثلا استحاله روحی میشی تا بعد از ظهر در این حده، مثل این. جوهی ما عزیزه روی سرش میباره بارون نقل و پولن. تولد یه آقای خوب و مهربونم هست، آقای محسن قرائتی هست، حبیب الله عسکر اولادی. آخی گوگولی مگولی، هپی برده آقای قرائتی، هپی برده آقای عسکر اولادی. حداقل اگه بچه ها رو میخواییم با روز تولد مشاهی رو آشنا بکنیم و خوشحالشون هم بکنیم که تولدشون با اونا یکیه، میخواییم از شجریان و شاملو اینا شروع بکنیم، بعد دیگه ایشالا به قرائتی و عسکر اولادی و اینا میرسیم دیگه. اینا خودشون هم الان پشماشون ریخ از تبریک. قدیما مثلا میگفتن تولد بچه‌م تو همون روزی که سهراب سپهری به دنیا اومده یا فروخ فرخزاد به دنیا اومده، دیگه نسل جدید باید بگن بچه‌م روز تولدش با آقای قرائتی یکیه. چرا؟ حالا از اینا بگذاریم. اون مسئول عزیزی که عکس دخترش و دامادش روز کریسمس منتشر شده بود، جشن گرفته بودن، عکس گرفته بودن، اون خاطرتون هست؟ اکثر یادتون میاد نمیاد این عکس؟ اما این عزیز بزرگوارم مثل باقی مسئولین مورد ظلم قرار گرفتم، اون براش داستان درست کردم و شایعه ساختن. این عزیز اومده گفته که این عکس فتوشاپه و پیج دخترم هم هک کردن. دیدین باز زود قضاوت کردین؟ این عکس کام اصلا داد میزنه که فتوشاپه. فقط مشکل اینجاست که این عزیز بزرگوار چون دیده همه لباسشون توی عکس راه راهه، رو مغزش تأثیر گذاشته، الان همه رو گوره خر میبینه، همه رو. شروع نکنم، معذرت میخوام، به صدای ملکوتی اعظم رسیدیم، لطفا یه دو دقیقه ما رو اجازه بدیم برسیم خود. شلی میگن از هر دستی بدی از همون دست پس میگیری، من امروز یه استقلالی برده بودم و یه استقلالی امروز تخته منو برد، دو دست برد یه دست با، ولی کی گفته علی استقلالی؟ علی پرسپولیسیه، پرسپولیسیه. این کارشناس بارداری از طریق اینترنت رو عرض میکنم خدمتون. ایشون مشکلش یکی دوتا نیست، مثل این که دختر میگه پدرم گوشی رو به من داد، فاصله بین دادن این گوشی تا زمانی که من توی خونه دیدم 8 تا مرد جلو من باش دادن 2 هفته بود. 2 هفته. 2 هفته. 2 هفته. ابله. 8 نفر مرد غریبه تو خونش بودن، در رو قفل نکرده بوده. به اینترنت چه ربطی داره؟ در رو باید قفل کنه. ببین عزیز دلم، اون قار بود، اون دوران قارنشینیتون بود که شما احیانا مثلا خواب که بلند میشیدی میدیدی 8 نفرم مثلا تو قارن. توی زندگی مدرن که شما باش آشنایی ندارین، در هست، در میبندن، اینجوریه. حالا شاید آشنا نباشین چون باز دوباره تو همون قار و اینا این ممکنه استفاده نداشته باشه، ولی برای جلوگیری از بارداری هم راه های جلوگیری هست، مثلا کاندوم هست، چیزای دیگه هست، اینترنت رو که قطع نمیکنن که. سلام خدمت همگی، اول اینکه دم شما گرم، دم طرفدارا خانواده گرم که رأی دادید یه لحظه نگام کنم انتخاب شد، ولی آهنگ هر بار این درا رو کل ایران کل دنیا شنیدن، واقعا انصافه. چرا معنی آهنگ میگایید عوض شد؟ چی شد؟ واقعا مشکله. تو یکی از بهترین لوکیشن‌های مازندران بهتون سلام عرض میکنم. سلام، امیدوارم که هر جا هستید شاد و خرم باشید.
بزنید به طبیعت بابا، به خدا انقدر اینجا هوا تمیزه که آدم وقتی نفس میکشه متوجه میشه. درست میگم خانم راه؟ بله واقعا، هم هوا خوبه هم منظره بسیار زیباست. من دوربینو بچرخونم ببینید چقدر دریاچه و چقدر زیباست. این هم آسمون و خورشید گرمی که توی هوای خنک واقعا داره. و این سگ نازنین من، این سگ هم ولی این هم همین تمام مسیر دنبال ما اومده. بابا سگ شهرک چی بسیار دنبالمون اومده؟ سگ ولگرد نیست؟ بله بله، پیرترین سگ شهرک. نه نه، سگ خوبیه، قشنگم متوجه میشه بوده در موردش صحبت میکنیم. خب من شما رو به خدای بزرگ میسپارم و براتون بهترین امیر ساعت 4 بوده روز اول، برو بالا کفشش هم داره در بیاره که بعدش هم تو بیا برو. بابا ای بر حالا اون 340 داشتم بیا برو بالا چیز نداره؟ عالیه، تشویق نداره آقا ایراد. بیا بره ایراد فشار بیلیت کنسرت وی آی پی نباید بگیره با خانواده. شما برو بالا من ایراد فشار میارم. یه سورپرایز ویژه براتون دارم، یه خواننده دوست داشتنی از لس آنجلس، خانم ها آقایان اندی. بلا ای بلا دختر مردم، بلا ای بلا بوی گل گندم، بلا اونقدر رنات پر از ناز. اندی جان تو کی اومدی ایران که ما متوجه نشدی؟ یه هفته میشه. چطور به تو گیر ندادم؟ متوجه نمیشم. یه چیزی بین خودم بعدا برات توضیح میدم. به من بگو که برای گشت و گذار اومدی ایران یا اومدی کنسرت بذاری؟ والا دلم برای ایران که تنگ شده بود و اومدم ایران و اگه بشه کنسرتی هم بذارم. خیلی هم عالی. جسارت هم میتونم بپرسم که با خودت از آمریکا چقدر دلار آوردی؟ والا 100 دلار. با 100 دلار از آمریکا پاشید اومدی اینجا؟ حالا به من گفتن که با 100 دلار هم میتونی هتل بگیری، هم خرج و خوراکت در میاد، هم کنسرت بذاری و هم سوغاتی بگیری برای دوستات. یعنی من دیگه هیچ حرفی ندارم جز این که بگم بله 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 بله. چه خبره بچه؟ نه بگو کجا داریم میریم دیگه. اتاقا گفتم دیگه، توضیح قشنگ ندادی. نه نمیخوام سپرایز، توضیح قشنگ نمیدم. I really liked it for the first time. So you did the second time? No, it was the